عادله، دختر افغانی که به یک پسر بسیار مقبول در افغانستان تبدیل شد. با من رضا پورکیان شنیده نکست وان پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکست وان پلاس خوش آمدید. عبدالرحمن 22 ساله که در ولسوالی بودار ولایت ننگهار زندگی میکند تا چند روز پیش به اسم عادله یاد میشده. حالا جنسیت و نام او تغییر کرده است. به گزارش روزنامه ایندیپندنت او تمامی این سالها زندگی زنانه داشته است. لباسهای دخترانه میپوشید و به مکتب دخترانه میرفت. در این سالها هیچگاه ابراز نکردند که پسر هستند. اما سنش که بالاتر رفت اقوام و همسنفی‌هایش متوجه شدند که تمایلات او پسران است. بله، او 22 سال سنش را با دختران محلشان سپری کرد. از بازی‌های کودکانه تا قصه‌های نوجوانی و جوانی. بار نخست است که با این همه پسر می‌نشیند. احساسش را جز خودش کس دیگری درک کردن نمی‌تواند. و سرانجام پی برد که کمتر زن و بیشتر مرد است و بالاخره پس از سپری کردن یک عملیات در شهر جلال آباد رویای مرد بودنش به حقیقت مبدل شد. مردم روستایش جمع شدند تا با برگزاری مراسمی یک نام برای او انتخاب کنند. عبدالرحمن میگوید میخواهم برای 3 ماه به تبلیغ بروم و بعد از آن کاری برای به دست آوردن رزق حلال پیدا کنم. بعد از آن ازدواج میکنم و برای یک عروسی اراده دارم. هر روز از این روستا با خاطرات زنانگی عبدالرحمن گره خورده است. عبدالرحمنی که دیگر هیچگاه با دختران جوان روستایش نشست برخاست نخواهد کرد. خانواده و مخصوصا پدر عبدالرحمن از اینکه در یک جامعه سنتی این اتفاق افتاده است خوشحال است و میگوید حالا که اینطور شده است برایش عروسی میکنیم و تمام مردم قریه هم خوشحال است. دکتر معالج او که به طور رایگانی عملیات را انجام داده است میگوید عبدالرحمن اکنون یک مرد کامل است و با گذشت زمان میتواند تشکیل خانواده دهد. عملیات زیاد بزرگ نبود و جالب این بود که این پسر 23 ساله به نظر مردم و خانوادهش دختر بود. در این عملیات جلدش پاره شد و حالت تناسلیش بیرون آورده شد. عبدالرحمن حالا با فصل جدیدی از زندگیش روبروست. اما او هنوز نمی‌داند که برخورد جامعه در برابرش چگونه خواهد بود. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چنل یوتیوب نکست وان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.